زیارتگاه و یا زایشگاه صدها هزار زن نازا و مرد عقیم پیاده دست زنشون رو گرفتن آمدن کربلا همین چند شب پیش چند رو دیدم با ایالاتشون آمده بودن به امیدی که امام حسین یه پسر یه فرزند بهشون بده میدونی در گوششون چی گفتم وقتی آمدن اینجا گفتم امیدوارم یه دو قلو بهتون بده امیدوارم توی سفر بگیرین دو قلو هم بگیرین تا بدونین اصلا کربلا یعنی چی تا بدونین اصلا کربلا یعنی چی حاج آقا صدها هزار زن نازا و مرد عقیم پیاده دست زنشان را گرفتند آمدند کربلا مگر مراسم راهپیمایی نازایان بوده که این همه نازا یک جا جمع شده اند آیا این صدها هزار نازا با ایالاتشان برای نیایش به کربلا آمده اند یا زایش؟ اگر واقعا این گونه است که امام حسین به صدها هزار زن و مرد نازا و عقیم بچه می دهد و آن هم دو قلو دو قلو پس چرا آغازاده های شما برای حل مشکل بچه دار نشدن همسرانشان آنها را به اروپا و آمریکا میفرستند و چرا به قول شما ایالاتشان را به این زایشگاه کربلا نمی آورند تا بلکه به برکت شما و این گفته های شما حامله گردند و نوزادشان نیز به مانند مقام ازما یا علی گویان و دوقلو دوقلو بیرون بپرند و والدینشان هم واقعا بدانند که اصلا کربلا و زور آخوندی یعنی چی؟ ماشاءالله زیارتگاه که نیست، زایشگاه است. حاج آقا، اگر اولیای الهی میتوانند به دیگران فرزند عطا کنند، پس چرا پیامبر بزرگواری به مانند ابراهیم علیه السلام نتوانست خود را صاحب فرزند کند و بعد از گذشت 90 سال از عمر مبارکش دست به دعا بلند کرد و از الله متعال تقاضای فرزند نمود کسی که خود نمیتواند مشکل خود را حل نماید چگونه میتواند کلید قفل دیگران باشد حقیقتان است که اعطای فرزند از صفات خاص الله متعال است که هیچ کسی با او تعالی شریک نیست فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن الله است. هرچه بخواهد می آفریند. به هر کس که بخواهد دختر می بخشد و به هر کس که بخواهد پسر می بخشد. و یا اینکه هم پسر و هم دختر به آنان می دهد و هر که را بخواهد نازا می کند. بیگمان او بس آگاه و تواناست. همچنین الله متعال درباره کسانی که غیر او را در اعطای فرزند شریک و یا همردیف الله متعال قرار میدهند میفرماید او ذاتی است که شما را از یک شخص آفرید و همسرش را از او پدید آورد تا در کنارش آرامش یابد و از میان آدمیان مردی با همسرش آمیزش نمود همسر باردار گشت باری سبک و مدتی با آن سر کرد و هنگامی که بار وی سنگین شد زن و شوهر دعا کردند و از الله خواستند که اگر فرزند درست کاری به ما بدهی از سپاس گزاران خواهیم بود و چون فرزند شایسته ای به آن دو بخشید آنان در آنچه چه بدیشان عطا مود برای پروردگار شریکانی قرار دادند الله از آنچه شریکش قرار میدهند برتر و والاتر است آیا موجوداتی را شریک الله قرار می دهند که قدرت آفرینش چیزی را ندارند و خودشان آفریده شده اند؟ موجوداتی که نمی توانند آنان را یاری کنند و نه خودشان را قضاوت با شما